در حوالی منزل حاج حبیب الله قریانی فایر توسط نیروهای امنیتی با سلاح‌های سبک و سنگین به شدت جریان دارد. روز سه‌شنبه 12 خود نیروهای دولتی عملیاتی را برای بازداشت حبیب الله قریانی در شهرک جبرئیل هرات راه اندازی کردند. جمعه خان اخلاقی یکی از شاهدان عینی این رویداد است. او مدعی است که نیروهای دولتی از آن به عنوان سپر انسانی برای بازداشت آقای قریانی استفاده کرده است. دولت که آمد بلا معطل شلیک کردن، خب ما همیج بند ماندیم تا ساعت 1:30 بجه شب، تا که 3 تا راکت زد در دروازه سالن، دیگه برقا قطع شد، دو خاک و تاریک، نفس من تنگ شد. از همینجا ما صدا کردیم که ما مردمی ملکی همینجا بند ماندیم نزینید. خب ما صدای ما رو شنید، صدا کرد بیرون، باز بیرون هم خیلی ما رو زدن، دیگه مردم اذیت کردن. باز ما 3 نفره، من خودم به اسم آیت الله محمدی آجی حبیب، ما 3 تار سپر قرار دادن، اینا بردن طبق دوم سوم تا بالا. ما دیگه میخواهیم که دمی قضیه خوب بررسی شو، همه رو ببینه که همه چی کردن، اینا چی آمدن، به خاطر چی بودن، به خاطر چی مردم زدن. باشندگان جبرئیل تاکید دارند که باید رویداد حمله نیروهای دولتی به شهرک جبرئیل و گونه همه جانبه رسیدگی شود. همچنین برخی از زخمیان مدعی‌اند که با هزینه شخصیشان خودشان را درمان کردند و از حکومت می‌پرسند که چرا در منطقه مسکونی اقدام به راه اندازی عملیات نظامی کردند و به حفظ جان غیر نظامیان توجهی نداشتند. اتفاق که افتاد که اشار میادن ساعتایش همین نزدیک 6 بجه بود دیگه. خب بعد اومدم دمی را همطور رد میشد، ناگهانی از طرف نیروهای دولتی فر شد، فر شد که خورد در دستم یک ناخونم قطع شد. گرفتم شفاخانه چی شخصی هم که کنم کار نشد، شهزیره کردم دیگه. بعدش رفتم دولتی هم که حالا گرفت خوبه دیگه، دستم یک کمی از خون ریزیش اینا حساد شد دیگه. فعلا هم که از پول شخصی خود هزینه کردم، کلی وضعیت اقتصادی من خیلی خرابه، گفتم کارگر هستم. سر کار بودم، در طرف خانه می آمدم و سر تهی داشت خورد. ساعتهای 4:30 بود، چند بود؟ ساعت 4:30 بود دیگه، طرف می آمدم پایم خورده درد. امون روز اول خیلی داشت، باز درد میکرد. باز امون وقت کم دکتر رفتیم، درد کم آرومتر بود، دردم باز میکرد. دیروز باز رفتیم در شفاخانه، امون جگ عمل کرد. آثار شلیک بر دروازه‌های این خانه مسکونی در جبرئیل مشاهده می‌شود. مالک این خانه مدعی است که نیروهای دولتی علی جعفری و حسین علی زمانی، 2 تن از افراد حبیب الله قریانی را تیرباران کرده است. مسئولان صحی هرات می‌گویند که در جریان درگیری شهرک جبرئیل 41 تن به شمول 5 نیروی امنیتی زخمی شدند. این مسئولان می‌افزایند که در میان زخمیان 1 زن و 3 کودک نیز شامل هستند و همچنین 2 تن از افراد وابسته به حبیب الله قریانی نیز کشته شدند. اما حبیب الله قریانی در گفتگو با روزنامه اطلاعات روز ادعا می‌کند که در نتیجه شلیک نیروهای دولتی بالای غیر نظامیان 94 تن زخمی و 6 تن دیگر کشته شدند. او در واکنش به متهم شدن به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اخاذی میگوید که تمام این موارد ساختگی است و اگر حکومت ثابت کند که وی در پرونده های جرمی دست دارد و قانون خودش را تسلیم میدهد. معذرت خواهی رسمی که از مردم معذرت خواهی کنه، این خونیه به پیش روی چند نفر بگه والله ما اشتباه کردم، بفرما به صفحه تلویزیون همیتو که عملیات سر ما دستور دادی والی صاحب، همیتو از مردم رسمی معذرت خواهی کن. در غیر از صورت یک هفته ما به دولت وقت میدم، بعد از یک هفته بس یک تظاهرات 100,000 نفری مجبوریم، تظاهرات راهپیمایی 100,000 نفری تا خواسته ما را برآورده شه و از دست والی به دادگاه لاهم ما شکایت میکنیم. اما والی هرات مدعی است که حبیب الله قریانی مجرم و دزد است و باید بازداشت شود. کسی به نام قریانی رو من نمی‌شناسم. یک مجرم متواری و یک دزد است که تحت تعقیب قرار داره، باید دستگیر بشه. قهرمان سازی کاذب فایده نداره، زیر لاک‌های اجتماعی پنهان شدن فایده نداره. مردم با عزت و خوشنام جبرئیل ما رو بدنام نکنه ای دزد.
مالکان خانه های مسکونی که در نتیجه درگیری میان نیروهای دولتی و افراد حبیب الله قوریانی خساره دیدند، از حکومت می خواهند که برای آنان غرامت بپردازد تا دوباره خانه هایشان را ترمیم کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور از عملکرد نیروهای پلیس در رویداد جبرئیل شهر هرات انتقاد می کند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون می گوید که شکایت از نقض حقوق بشر در این رویداد وجود دارد.